حديث الزيبا هست. رسول خدا صلى الله عليه وسلم می فرماید من اشد امتی لی حبا من اشد امتی لی حبا ناس يكونون بعدي يود احدهم لو رآني باهله وماله. سبحان الله. می فرماید کسانی که بیشتر از همگان مرا دوست دارند مردمانی هستند که بعد از من می آید و آنها دوست دارند که مال و جانش را پرداخت کنند خو یک بار مرا یک بار من محمد رسول الله را ببینند. والله این افتخاری است برای امت آخر الزمان. من اطمینان دارم و پیام این که در این جمع شما اگر از هر کدامتان پرسان کنم از سرمایه‌دارتان گرفته تا فقیرتان بگویم هر آنچه که دارید آیا ایره پرداخت میکنید بی قیمت این که یک بار رسول خدا را در همین دنیا ملاقات بکنید؟ آیا هست در این وسط کسی بگوید که نه؟ والله نیست. و این افتخار آخر الزمان است و این فضیلتی هست برای آخر الزمان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هستند مردمانی که بعد از من می آیند دوست دارند که مال و جانش را بدهند که یک بار من محمد رسول الله را ببینند. اینها کیا هستند؟ اینهایی که اینقدر محمد رسول الله را دوست دارند و محمد رسول الله در مورد آنها گفتند که آنها جان و مالشان را میدند که یک بار مرا ببینند. این از محبت شدید می شود و اینها کسانی هستند که در آخر زمان قرار دارند. پس همه آخر زمان بد نیست. این تو ریسک من و شما بله حلاک شدیم چون آخر زمان است. این دلیل فضیلت آخر زمان است. این دلیل فضیلت من و شما است. و اما حدیث دیگر که از این هم زیباتر است، رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزی به قبرستان رفتن گفتن السلام علیکم دار قوم المؤمنین و اینا انشاءالله لکم اللاحقون. سلام به خانواده و خانه قومی که آنها مؤمنن، سلام بر شما و انشاءالله ما هم در دنبال شما هستیم، ملحق میشیم به شما. بعد فرمودند سبحان الله، حدیث را دقیق شوین، وددت ان قد راينا اخواننا، ما دوست داشتم که برادران خود را می دیدم. صحابه عرض کردند اولسنا اخوانك یا رسول الله، آیا ما برادران تو نیستیم؟ تو آرزو میکنی که برادران تو ببینین، خب ما برادران تو هستیم. رسول خدا فرمودند انتم اصحابی، شما اصحاب من هستی و اخواننا الذين لم يأتوا بعد، برادران من کسانی هستند که هنوز نیامدند. والله ای امت محمد رسول الله کافی است این افتخار برای این امت آخر الزمان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آرزو میکند که کاش که میدیدم برادران خود را. او کیها هستند؟ من و شمایی، من و شمایی که امروز جمع شدیم که تا سجده بمانیم برای پروردگارمان. هیچ هدفی غیر از این نداریم. مسلمانیم، کلمه گفتیم، به محمد رسول الله افتخار میکنیم و حاضر نیستیم که یک خاری در پای محمد رسول الله برود و حاضر نیستیم که کسی چپ نگاه کند به سنت های محمد رسول الله. جوانان ما این غیرت دارند، موسفیدان ما این غیرت دارند و این شجاعت و این ایمان را دارند. ممکن نقص داشته باشند، ممکن تقصیرات داشته باشند، والله این قدر ایمان قوی دارند که جان و مالشان برای محمد رسول الله فدا می کنند. این قدر ایمان دارند و کافی است ای عزیزان من این شرف که پیامبر من و شما را به نام برادران خطاب می کند. پیامبر می گوید که برادران من، برادران محمد رسول الله، برادران اصحاب محمد رسول الله کیا هستند؟